اختلال دفعی که بعد از 6 ماهگی ما مشاهده می‌کنیم بیشتر مرتبط با نحوه تغذیه کمکی یک شیرخوار هست. در زمان 6 ماهگی ما تغذیه کمکی به غیر از شیر رو برای شیرخوار شروع می‌کنیم که شامل غذاهای کمکی که حتما باید محتوی پروتئین، سبزیجات و مواد کربوهیدرات باشه. گاهی اوقات یبوست در این زمان به صورت طولانی شدن فاصله بین دفع‌ها ممکن هست صورت بگیره. در این زمان مشاهده می‌کنه مادر که برخلاف عادت روده‌ای گذشته که روزی چند بار یا روزی یک بار یا حتی یک روز در میان بوده، دفع بچه فاصله‌های بیشتری پیدا می‌کنه و حتی ممکن هست مدفوع سفت و دردناک دفع بکنه. این رو باید توجه داشته باشیم. نکته خیلی مهمی که عملی در اینجا وجود داره این هست که نحوه تغذیه و اون مواد تغذیه‌ای که به شیرخوار داده میشه نقش خیلی اساسی بازی میکنه. گاهی اوقات مادرها با دادن فقط مواد نشاسته و پروتئین از فیبر غافل میشن، با توجه به اینکه فکر میکنن ممکنه که فیبر ماده غذایی خاصی چه برای وزنگیری نداشته باشه و یا مواد خاصی توش وجود نداشته باشه، فیبر رو حذف میکنن. در این موارد مراقب باشیم که کم کردن فیبر باعث میشه فرکانس های دفعی کاهش پیدا بکنه، حجم مدفوع کاهش پیدا بکنه و در نتیجه اون یبوست رخ بده که باعث درد در بچه در زمان دفع، مدفوع سفت و حتی اتساع شکمی بشه. خود این اشتهای شیرخوار رو کم میکنه. کم شدن اشتها باعث کم کردن مواد دریافتی روده و خودش مجدداً یبوست رو تشدید میکنه. این سیکل معیوب علاوه بر اینکه یبوست و عوارض یبوست مثل درد هنگام دفع و حتی شقاق رو ایجاد میکنه، اشتهای شیرخوار رو کم میکنه و این سیکل معیوب رو همچنان ادامه خواهد داد. در این موارد بایستی به ترکیب تغذیه‌ای توجه داشته باشید. شما مادر گرامی با دادن مقداری فیبر در غذا میتونید این مشکل رو برطرف بکنید. سبزیجاتی مثل جعفری، گشنیز در سوپ اولیه شیرخوار جایگاه خیلی خوبی برای کنترل دفع بچه داره. علاوه بر اون با اضافه کردن روغن‌های گیاهی به خصوص روغن زیتون کمک خیلی زیادی میشه. هم تغذیه اون بهتر میشه، وزنگیری بهتری پیدا میکنه و همین که وضعیت دفعی رو با آسایش و راحتی بهتری خواهد کرد. نکته دیگری که بایستی مد نظر داشته باشیم مصرف میوه ها هست. ما از ابتدا شروع میوه ها رو برای شیرخوار با آب میوه شروع میکنیم، اما به زودی میبایستی خود میوه، در واقع پالپ میوه ها و اون فیبر موجود در میوه رو به بچه بدیم. باز هم خیلی از مادرها تصورشون اینه که هرچه حجم آب میوه رو بهتر بکنن میزان بیشتری ویتامین به شیرخوار میرسونن، در حالی که اینطور نیست. با دادن فیبر و پالپ میوه در واقع به سیستم گوارش کمک خیلی زیادی میکنیم. و شاید نکته خیلی مهم دیگر مصرف آب خوردن هست. درسته که شیر حجم آب زیادی رو به شیرخوار میرسونه، اما وقتی غذای کمکی شروع میشه دادن آب خوردن سالم و پاکیزه بسیار به وضعیت دفعی شیرخوار کمک میکنه و این وضعیت دفعی رو خیلی راحت تر میکنه. بنابراین به ازای هر بار مصرف ماده غذایی غیر از شیر و غذای کمکی، یک وعده آب خوردن رو حتما پیشنهاد میکنیم. بنابراین با این تکنیک های خیلی ساده شما میتونید از یه مشکلی که شاید به اشتباه با عکس برداری باهاش مواجه بشید و یا اقدامات درمانی و تشخیصی دیگر، فقط با اصلاح تغذیه میتونید اونو بهبود ببخشید.